اقتصادی رو دیدی؟ کروات سیاه خیلی جواده نه؟ بیچاره ای کاش این براش کاش نزد. یه پاپی گفتم من پاپی اضافه بیارم یه آدم داعتی میادا من یه تیکه رو <تصفح> برای باباها میگم من توی کلاس هم که این کارا میکردیم اتفاق میفته بابا و مامانا رو میخواستن تمام بچه ها شروع میکنن لرزیدن نه 99 درصدشون 100 درصد وای بابام وای مامانم هم. همه میترسیدن الان بیاد چونو میذاره فلان بسال همه واقعا وحشت وجودشون رو میگرفت برای اینکه مام بابا با از سر کارشون میزدن میومدن حوصله نداشتن اصلا داستان همیشه داستان میشد مام بابا من داستان نداشتن میومدن مدرسه جونم سوهای ننم خوب. خب بعد چی اسمش؟ آم. نازم نازمه پشماش میریخت اصلا نمیزه باید چی بگه چون مازم همشه کارش این بود فلانی ده هر رو سرویس کرده بعد دیگه میشه سقب مام بابا پدستر چرا این داری میکنی چه مار میگم اچه ها به این عادت داشتن نازمه به عادت داشت بعد مامبا میگم گفتن خب یعنی چی مثلا زده شیشه رو شکنده بعد بابا هم میگو و میگو خب نباید بچه شیشه رو بشکنه خب خب بچه... چرا بعد بابا جواب جوابش میگو یعنی چی بچه هم شیشه رو بشکنه که من بچه شیشه رو بچه تو ما بشونه کار بچه است یعنی چی چرفی میزنی بعد مدرسه دیگه سر موضوع به با ماه من زنگ نمیزد چون میدونم بیان پشت منو میگیرن بعد یه نازم جدید داشتیم اومده بود آقای نوابی هم بود اسمش این اومده بود بعد نمیشدونست اینو یه روز به من گفتش که بیا بریم بیرون رو روان رو دفتر رو گفت زنگ زن, زن بابا گفتم خب تلفن خونمون اینه زنگ زد تیشی جواب نداد گفت تلفن کار بابا چیه گفتم اینه و با من یه شرکت داشت و همیشه درش بسته بود نمیرفت توش. بعد زنگ زد به اونجا اونم کسی ور نداشت گفت شانس آوردی کسی جواب نداد گفتم بابا موبایل داره زنگ زد زن به موبایلش بعد گفتش که من تلفنم صفرش بسته است نمیتونم به موبایل زنگ بزنم گفتم اشکال نداره دفتر دکتر فرجا مدیرمون اسمش دکتر فرجا بود گفتم دفتر دکتر فرجا بری صفرش بازه من هر وقت خودم زنگ بزنم به بابا تلفن دکتر زنگ میزنم برو پایین زنگ بزن بعد نازمه تو صورتم چون هیچ بچه گیر نداره که زر میزن بابام بیاد حالتو بگیره اگه بارا گامشه بیرون بسا این به مام بابا بگم علاکی خواهی مالی مردم رو نکنین اون لحظه میخواد جلوی نازمه آبروت نره خجالت نکشی شرم نکنی میرینی به بچه هست که تا آخر عمرش جایش میمونه اون نازم هفته بعد یادش نیست تو خوردی دقیقا حرف درسته لطفا هوای بچه هاتون داشته باشین اگر بدترین کار رو بچت کرده بدترین سناریو نشون میده که بچت آدم بدیه خب این بدتر... سم... تو یه قاتل رو درست می‌کنی بذار اینجوری بگیم بدترین نمیشه دیگه همه قاتل روزی بچه بودن روز برسه می‌رفتن دیگه تو داری بدترین بچه رو زندگی رو داری اگر تو بری برینی به این بچه این بچه بهتر نمیشه و احتمالا بدترم میشه ولی اگه تو به بچت برسی آخر عمرش هم قاتل بشه بگیرنش میخوان دارش بزنن لحظه آخر داره میگه همه دنیا ما رو بید مام بابا دمتون گرم دلت میخواد واسه بچه هم تو شخصیتی باشه اینو لطفا بقید. من میبینم که مام هم بابا همیشه خایمال اونوری هن. یعنی مثلا مثلا میگم مگه من نوعی اگه تو خونه یه دونه لیوانو بشکونم بابا میگه پدر ولی اگه تو مدرسه لیوان بشونم زنگ بزنم بابام بیاد تو مدرسه بابام میگه بی هرا به دست سگ ما دست سگ بی شور برو بیرون یه لگدم جلو یارو منو میزنه چرا میخواد جلو یارو نشون بده که آقا ما ما مثل شما ما رو داریم این گوه ما تربیت نکردیم این خودش بی ولی بی شوری جزء کرس... بچه است همین امروز سو موموکا میرفتش اونم جیش میکرد فلان بهجوری که به جیش کنه اومد دو تو بغل من خوابیده بود النا اومد بالا گفت مامان کجا تو بغل من ندید من بهش نگفتم چون بغل که چون حال میکردم با بچم به اون کام قش کرد خوابیده بود بعد النا اومد بعد برگش بعد من قور زدم که چرا این نیست و فلان و بسا بگم با, 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 با النا آدم صبح با قور بیدار نمیکنه بچه رو به جهنم بد تا که دیگه 5 دقیقه دیر میرسه مرسه دیگه نه معلم آفه. یادش میونه نه تو اه. یادت میونه نه بچه یاد میونه تو که بچه دیر رسید مرسه ولی بچه یادش میونه هر صبح رو با قور بیدار میشه اینا خیلی دارم میخواد اگه کسی اینو میبینه این حرف درسته واقعا اینکه خانواده ها طرف بچه رو بگیرن خیلی 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 تاثیر داره یعنی الان که داری میگی من تازه یادم میفته یه سری چیزا آدم یادش میفته دیگه اون روزایی که مثلا بابام پشتم بود مامانم پشتم بود هیچ وقت از یادم نمیره حتی اگر حقم با من نبوده اومدن طرف داریم کردن این واقعا حرف خیلی قشنگی زدی دمت گرم اینو من خیلی دوستم چون میبینم مخصوصا تو کالچر ایرانی خیلی چیزه که تو نشون بدی به طرف ما میفهمیم حرف تو میفهمی چی میگم مثلا اینجا خیلی جالبه مثلا یه بچه از تو مهمونی داره رو میز راه میره غذا میکوبه به دیوار و میری به مامانش میگی که این کار درست نیست به بچه ای من نگو چی درسته چی درستی تو سگ کسی اصلا تو باور نمیکنی چیه بچه اینجا دارن یعنی مثلا بچه احنا این کارو کار رو بکنه ماما میگه نه همینه که هست بچه من تخمیه اوکی این حرفتو میفهمم قبول بچه من تخمیه ولی بعد از این دیگه نمیتونی قرب بزنی بچه من تخمیه مثلا ماماکو رو برده بودم توی یه جایی یه بچه بود همسن ماماکو اون که بچه لوس بود مثلا ماماکو میخواست بره یه جایی بچه میگه منم میخوام برم اونجا بعد ماماکو تونتر میدوید میره بعد اون میزه زیر گریه یا مثلا اگه با هم میرسیدن ماماکو اونو هول میداد که زودتر بره تو. نه که هولش بده دست میذیش میذیش کنار که اون زودتر بره تو سوراخ مثلا بره اونجا بعد مامانه اومد به من گیر داد که آره تو بچه تو نکن کن داره بچه‌ها رو اذیت میکنه گفتم دادا بچه‌ن یکیشون 5 سالشه یکیشون 5 سالشه الان وقتش این کارا رو بکنن دیگه بعد من بازی میکنم مگه کسی ضربه خورده جفتشون دارن اونجا با هم بازی میکنن در کوچولو توی اتاقن حالا یکی یکی هول بده به جهنم اونوریش هم گفتم جای بودیم یه بچه بزرگتر اومده ماموکو رو هل داده ماموکو خورده تو دیوار ماموکو زده زیر گریه مامان دویده طرف من که ببخشید گفتم نه خانم من بخشیدن چیه بچه‌ن دارن بازی میکنن ماموکو گریه نکن خودتو <applause> با من هل داد گفتم اوکی میفهمم دو تا حق انتخاب داری بری بازی کنی یا نری بازی کنی چون اگه بری بازی کنی امکان داره برات اتفاقاتی بیفته سر بخوری, بخوری بخوری به چیزی این بازی یعنی سورپرایز تو بازی است که سر اگه میترسی از این سورپرایزا ضعیفی نرو بازی کن یه خورده فکر کن میرم بازی میکنم این موضوع مال دو سال سه سال پیش هنوزم دیگه هر جاست میره از همه بچه هم پروتره خیلی مهمه رو شخصیت بچه‌تون کار کنین و یه چیزی که تاثیر اتفاق میفته اصلا کسی که توشه آقا کلا بچه تخمیه یعنی کسی میخواد بدونه اینو من با عنوان بابایی که بچه‌شام دوست داره کارم نمیکنم زنم هم همه کارا رو میکنه بچه چیز تخمی یعنی والد زندگی میشه مادر تو سرویس میکنه این یعنی چیزه اصلا کنه لوسه احمقه <تصفح> بعد به حرف تو واقعا گوش نمیده یعنی آدم خیلی دوستن بچه رو بزرگ کنن ولی تو بچه تو بزرگ نمی کنی بچه چند وقت خونه تو مجایی زندگی میکنه میفهمی چی میگم تو آفره <تصفح> آره <تصفح> مثلا اگه من با بچه هم جاپانی حرف میزدم روزی که اومده بچه منو رو حرف میزد. آره. این آره این تاثیر منه مستنیم. ولی بعد از این دیگه نمیستم آقا تو ژاپنی صحبت کن که قاتل باشه یا ژاپنی صحبت که مثلا مادر تریسا باشه یا تو ژاپنی صحبت کن که مثلا برو خیاطی کن دیگه من هیچی برد من فقط میتونم یه زبان تاثیر بذارم صبح بانم چه لباسش رو جمع کن یا نکنه تو جمع آروغ بزنه یا نزنه یه سری چیزای کچیکش رو من میتونم واسه چند سال تاثیر بذارم ولی دیگه وقتی داره آروق میزنه یکی رو میکشه رو یا مثلا آروق میزنه داره مثلا جیبه رو میزنه یا داره آروق میزنه مثلا داره یک تمیز میکنه که من نمیتونم تحصیل بزنم روش این چیزه طبیعت آدمه و من خودم با اینکه اینا رو میدونم هر هفته یه بار رو موموکو حداقل قاطی میکنم یا مثلا هم دیشب رو پاشه قاطی کردم مثلا پاشا دیرو تو ماشینی در رو باز میکنه وقتی که من جلوی در بایستدم بعد در, در ماشین من میره بالا واسه در دوش میزد تو صورت من من پریدم عقب که اگر میومد به صورت من وای میستد کجکی بعد دور خاموشنش میکنیم من پریدم عقب در باز شد بعد موموکو اومد پیاده شد پاشا در رو موموکو بس بعد موموکو پاشه پاشا چرا بازی در میاری منطقه چیه چرا یه بار باز میمه ولی اون لحظه باید خفه بشم ها واقعیت بهتره اینه که من خفه بشم من نمیتونم خودم رو کنترل کنم من اون لحظه با من این حرفم واسه اون آدمیه که از من شورش بیشتره اگه شورت از من بیشتره و بچه دار میشی آقا بذار بچه ها گم بزنن تو حساب کن بچه ها قرار به صد هزار دلار ضرر بزنن بچه شاید 500 هزار دلار خرج داره 20 درصدش هم ضرره خیلی ساده است یه لیوان میشکونه ماشین چپ میکنه تلویزیون الان موموکو تلویزیون شیکونده تلویزیون شیکونده آیپد سوزونده آیپد سوزونده اه... پنج سال شماس فلان ایوه ی... <تصفح> دست به خراب کردنش خوبه <تصفح> آره ولی هیچ مثلا هیچی بهش نگفتم هیچی یعنی حتی وقتی تلویزیون رو رفتم تو توالت الان اه... پاشا رو یادم رفتم تو توالت اه... تلویزیون روشن بود بعد اومدم بیرون تلویزیون روشن نبود ولی صداش میومد بعد النا گفتش که سهید نمیدونم تلویزیون چرا تصویرش رفته بعد نگاه کردم گفتم دیگه تلویزیون نیست این یه رادیوی بزرگه چون روش همه شکسته بود همین تموم شد و النا اومد عصبیش پاشا دعوا کن گفتم نکن اینی که نمیدونه این کار عقص کرده این داشته بازی میکرد بیلش خورد تو تلویزیون ولش کن ولی ولی و... واقعا بعدش دکتر بعد دکتر پرسیدم گفتم دکتر یه همچین اتفاقی افتاده من بچه هم زده تلویزیون شیکونده چیکارش باید بکنم باید دعواش کنم با هیچی نگم باید تشویقش کنم چیکار باید بکنم من من نمیفهمم به عنوان آدم بلد نیستم باید چیکار کنم اونم به من یک کتاب معرفی کرد به اسم کتاب Kids are worth it or children are, worth it یک دوتا من اونو خوندم یه سی چیزا یاد گرفتم راجع به بچه بزرگ کردن و این حرفا خب بهتر شدم ولی نمیتونم خودم رو کنترل کنم یعنی میبینم که مثلا یه سر یه در قاطی میکنم چرا چون هر یک ساعت یه گوه میزنن خب این اصلا باور نکردن یا یعنی میاد کفششو میندازه از در وارد میشه بعد میاد با گل میره بالا میشه دوتا بعد میره بالا شلوارشو در میره پت میکنه رو زمین میشه سه تا بعد قضاشو باید بخوره باریم کلاس نمیخوره میشه چهار تا بعد میگم بریم کلاس لباس بد میپوشه میشه 5 تا میدیم کلاس کمبندشو نگورده میشه 6 تا یعنی همین طوری یه کار احمقانه داره انجام میده و این موضوع میره رو اصاب آدم چون به عنوان یه انسان تو هر دقیقه داری اینه میبینی خب بچه ریست میشه یادش میره اینا ولی تو داری چون هر دقیقه میبینی تو عصبانی میشی و واقعا حق داری عصبانی بشی چون واقعا چیز تخمیه بچه بعد هم جمعه که شروع کردم برای همین من یکی که دوستان بهم زنگ زد خیلی پسر خوبیه بعد زنش بچه نمیخواد به من زنگ زد گفت من داستانم بچه میخوام و میخوام از تو بپرسم چون به هر کسی که بچه داره بهش میگم میگه عشق بهترین دنیاست و این حرفا حرفشون اعتبار ندارم تو آدم هستی که دروغ نمیگی و راستگویی دارم میخواد تو بپرسم من بهش گفتم که ببین داشتن بچه مثل اینه که یه دونه فراری بخری خیلی باحال خیلی خفنه ولی دهن تا سرویس میکنه می روغنش عوض کنی 7000 دلار می ترمزش عوض کنی ده هزار آره. دلار یه خط میفته روش 15000 دلار موتورت خراب میشه 40000 دلار در, در سرش بالاست در آره. بالاست ولی وقتی تو خیابونی عشق میکنی یعنی فلا. حالا اون بابایی که الان تو تبریز زندگی میکنه تا حالا لامبورگینی یا فراری سوار نشده آیا زندگیش از ما بدتره نه دیگه, دیگه. درست می سوار ماشین دیگه شده ماشین دیگه رو دیده شاید هم که رفقاش فراری آورده با سوار شده واسه همین یه همچین حالتیه داشتیش جالبه نداشتیش هم اصلا مهم نیست کاملا زندگی میره جلو خیلی هم اتفاقا با حاله من هم بین خودم هم مثلا خوهرم خوهرم من هم داره مثل یه دونه بچه مثل بیست سالگی هم زندگی میکنه هر دو ماه مسافرت یهو بلند میشه میره تو فرانسه واسه سه ماه زندگی میکنه از اونجا کاراشو میکنه داره اشغال میکنه چرا چون بچه نداره آفرین من بعد وایسم دقیقا روزی که بچه هم تموم میشه بلندشم برم مسافرت مسافرت بعد معمولا یکی دو هفته زودتر از مدرسه شو میکشمشون بیرون یکی دو هفته دیرتر میام مدرسه تا با این حالم نمیتونم درست حال کنم چون که همش باید با, با بچه ها باشیم واسه همین 18 سال یهو میری زندان خودت هم خودت میکنی زندان میری زندانی که خود زندانبانی بعد نمیفهمی که چرا تو زندانی نمیتونی در باز کنی فرار کنی میفهمی چی میگم کلید دست خودت یه چیزی هم کلید نداره فیدا نمیتونی کنی کلیدو این داستان بچه است. این خواستم یه وقت کسی خیلی یعنی میگم خیلی میبینم که دو دلن بچه دارشی بچه دارشین بیا اون یکی بچه‌ها نشودن ناراحتن اصلا ناراحت نباشین یعنی انقدر به اگه آدم حال هستی یا اگه آدم کسی که منزوی و میخواد تو خونه بشین خب نه بچه خیلی حال میده ولی آدم کسی که آدم های برو بیرونن و میخوان حال کنم با زندگیشو مهمونی و اینا بچه خیلی اذیت میکنه و خیلی عقب میندازد از حال و حولت و کسی که میتونه حال و حول کنه من از من برو حال و کن چی بچه داشتی آره واقعا آدم محدود میکنه بچه بعد اینجا حالا تو آلمان اما خب تربیت اصلا بچه هاشون خیلی فرق میکنه یعنی یارو بچه رو میذاره خودش بره تو در دیوار کسی پشه همه چیز رو خورد بکنه اما خیلی منطقی واسه توضیح میده بعد اینجا یه بیمه هم دارن بچه ها بهش میگن هفت فیلیش فرزی شاگون یعنی یه بیمه شخص سالس ماننده اما واسه خود شخصه یعنی منم مثلا میتونم انجام بدم که اگر یه جایی خراب بکنی پولش بیمه میده مثلا بچه ها همه اکثرا اینجا دارن خان بچه دیگه واسه مهم نی بزنه مثلا تلویزیون رو بشکونه نمیدونم اما تلویزیون خودت نه واسه یه شخص دیگه مثلا یه آدم دیگه مثلا تو خیابون باشه واسه همین زیاد استرس این بچه رو نمیگشم خیلی منطقی میگن خب خراب کردی اوکی نه خراب میکردی یا مثلا میخوره زمین بچه عرش میره بالا همین وای میسن بچه عرش تموم بشه میان خیلی منطقی واسه توضیح میدن که آقا این کارو بعد میکردی این کارو بعد میکردی. میکردی که مثلا نیفتی سری بعدی مثلا این اتفاق واسه نیفتت بچه هاشون اینجوری تربیت میکنم من حالا تو ده استخرم ده. کار میکنم دیگه آره تو استخرم من کار میکنم همینجوریه من مدرک شنا میدم یعنی بچه ها میان من ازشون آزمون میگیرم بهشون مدرک شنای آلمانی میدم بعد مامانا هم همشون بلا استثناء مامانا با بعضی وقتا بابا ها میان اما اکثرا مامانا با بچه که مثلا چهار پنج سالشونه میان باید حتما یه مدرک شنا داشته باشن حالا فارسیش میشه اسب آبی خب شن... مدرک شنای اسب آبی آلمان زیفرچن. بعد اینو باید بگیرن که مثلا توی مهد کودک ثبت نام بشن حتما میان اه... با بچه ها آروم آروم خود مادر به بچه یاد میده که مثلا اینجوری شنا کن بعد که آماده شد میادش به من میگه که آقا این مثلا آماده است برای اینکه آزمون شنا رو بده بعد یه 25 متر شنا بکنه بدون کمک یه دونه رینگ باید از زیر آب بیاره قواسی مثلا باید بکنی تو قسمت کم هم قوانین استخر هم باید پنج تا قوانین استخر رو حداقل بلد باشه یعنی از همون پنج سالگی به بچه یاد میدن پنج تا قوانین نمیشه به منم یاد بدی؟ آها اولیش اینه که دوش بگیرن با شکم پر و شکم خالی تو استخر نیان اگر تو استخرای روباز هستن وقتی که طوفان میشه یا رعد و برق میشه بلا فاصله باید منطقه رو ترک بکنن از آب باید خارج بشن چون آب ها به مناطق امنی که حالا یه دونه مربع سبز که چند نفر چیز هستن چند نفر وایسدن آر میشه منطقه سیف حالا بهش میگن باید برن اونجا پناه بگیرن بعد کسی رو نباید حل بدن توی آب و وقتی که توی آب یه نفر نیاز به کمک داشت اول باید ایمنی خودشون تامین باشه وقتی که خودش ایمنیشو تامین تونست بکنه میتونه به شخصی کمک بکنه یعنی اول خود شخص مهمه اما اگر میبینه نمیتونه اون شخص رو کمک کنه باید از یه نفر دیگه که مثلا ناجی هستش درخواست کمک بکنه که یه نفر بیاد اینو نجات بده این جزء دوش هم باید بگیره دیگه آب کولن بهش میگن یعنی باید بدنت رو خنک بکنی بعد وارد آب بشی که دچار سکته نشی همون دوش گرفتن اول استخر این پنج قانون اصلی استخر جز دویدن دور استخر جز قانوناش نیست دویدن دویدن دور استخر اینا نه جز قوانین استخر نیست اما بهتره که اون آ... آف آیگن گفار بهش به آلمانی یعنی آ... گردن خودشه میتونه بدوه اما خوردم زمین مسئولیتشو استخر قبول نمیکنه این با اختیار خودش دویده و خورده زمین مثلا به چخ رفته یا مثلا از دایو شیرجه وقتی کسی میخواد بپره همون اولش زدیم آف آیگن گفار یعنی خطر جانی و هر چیزیش گردن خودته اینو می نمیسن چون آلمان خیلی قانون بازی زیاد داره اینا رو می نمیسن که اون قانون ها از سرشون رد بشه استخ بتونه اینا رو رد کنه بچه چه جالب. آره اینا... لقبت فیش شد به خاطر همین که تو آب هستی اینا فیش شدی؟ آره من از سه سالگی چون تو سخت بودم من سه سالم بود یاد گرفتم بعد همش تو آب بودم دیگه از تو جوبم شروع کردم و الان حالا بچه ها میگن مثلا وای تو الان فلانی ما تو جوبای تاکسی رانی بابام اونور ماشینشو میشست من اینور یه دونه آب قنات مانم بودش آبش از این آبایی بودش که از تو قنات بود از تو اونجا من شنا کردم و آب بازی خیلی دوست داشتم دیگه میپریدم تو آب حالا نمیدونم چقدر انگل منگل تو منه که تبدیل شدم به همچین موجودی تو جامعه خدا میدونه فقط از همون جوواس یعنی شما اگه میبینید تو جووا نمیرفتی <applause> الان یه کوچوار نشسته بودی آقا داشی راجع به مثلا فلسفه با صحبت <applause> آره آره دست خدا خیر بده بود. بابا با که ما رو کردش تو جو الان دونستین به این وضعیت در بیام حالا اصلا با اصلا کرواتی مرواتی اصلا حال نمیکنم نمی‌دونم چرا حالا بود اینو, اینو گفتی چربا رو آره اون کسن... مک اصلا ببین نمی‌دونم خیلی حرف بدیه ولی وقتی میام تو عروسی میبینم 20 تا مرد این هم لباس پوشیدن بغل هم وایس فکر میکنن کار قشنگی کردن هیچی بیشتر از من این میمون نیست این وقتی نگاه میکنم میگم واقعا یعنی چی یه سری میمونین داریم میریم گفتین همه باید شبیه هم باشیم چرا چطوری میشه ده, ده نفر بیان یه جایی عین هم لباس پوشیده روشن؟ طبیعی تا حالا تو زندگی آفه. یه بار اتفاق افتاده کار آفرین دقیقا حرفت درسته من هم رو قبول دارم مثلا با هر چی که حال میکنی باشی خودت باش الان ها کن سویل اقتصادی خودشه اینجا نشسته داره با تو صحبت میکنه با من صحبت میکنی خودشه من باسه چی فنشم چون خودشه یعنی میاد با من رو در رو صحبت میکنه همون چیزی که تو خیابون داره صحبت میکنه نمیخواد دیگه عدبازی در بیاری که بازی یعنی چی اصلا؟ اینا همش به نظرم همین اینو میگی یه بار یه مهمونی بودم به مرگ مامانم دارم میگم کت شلوار پوشیدم با کروات سیاه همه دارن به من مم. گیر میدن که تو چیز نوشته بود باید پاپیون سیاه بزنی ای بابا تما داده بوده و <تصفح> من اینجا بودم دود واقعا چه اهمیتی داره چرا بعد الان آه. همه پاپیون آه. زده باشیم الان حالا اگه مثلا من پاپیون زده بودم زده بودین کروات اه... الان دور من که چرا پاپیون زدی میدونی اصلا منطق چون نمیفهمم از بچگی اصلا کلا بدم می اومد. از رقصیدن اصلا کلا کارای انسان برای من عجیب بود مثلا رقصیدن آقا منطق رقص چیه حالا بیا واسه که حرفانو رو بفهمی آه. بیا به یه حیوان بش نگاه کنین فکر کن مثلا اسب هر که دوست داری نهنگ فیل ام. فکر کن همه جمشن همه فیلا مثلا هرکی خونه خودشو داره برن همه تو خونه هاشون برگای مخصوصشون رو چون زده باید برگ بمبو باشه بعد یه فیلم میگه آقا من خب من بمبو ندارم تو خونم من مثلا کاج دارم نمیدونم سر نه نه باید بمبو باشه خب دقت کنید بمبو رو پیدا کرده به خوش بمبو چسبونده بر بعد همه میان وسط جنگل جوای میسن همه جوری هم, هم نگاه میکن. بعد یا یه فیل بلند میشه با دهنش میگه ای 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 <تصحن> <T> و همه فیلا که بلند میشه دو تا پاشو من دم <applause> <applause> خب پس من میگم چقدر این صحنه غیر عادیه و این زندگی روزمره ای بعد به بامبوای فیلم داریم گیر میدیم اون, اون فیله تخمیه چرا نارا کن بمبویش زرده من گفتم این بامبو باید سبز باشه این معلومه فیله تخمیه <applause> خب بعد من زندگی نگاه میکنم میگم چه اتفاقی داره میفته چقدر پوچی و احمقیت و بیدلیلی و ما داریم فشار میدیم بره جلو یه بار نشد من برم یه عروسی آخر عروسی اول عروسی وسط عروسی داماد عروس پدر عروس اون خاک که میکروفون رو میگیره زر میزنه دی جی یکی بیاد بگه آقا امروز که رفتین خونه خوب بخوابین فردا صبح سر به هم غور نزنین یه روز غور نداشته باشیم نه بچه ها امروز که میدیم خونه برای یه هفته آشخال نریزیم و همه کسایی که اومدن عروسی شما اشقای منین و به خاطر من میخوام تا هفته دیگه نفری سه تا آشغال از زمین کم کرده باشیم من 200 مهمون دارم هزار تا آشغال رو کم کردیم چرا یه بار این اتفاق نمیفته دقیقا آفرین چقدر قشنگ این ایده رو چقدر قشنگ به مغزت رسید جز تفکرت دیگه الان بیان کردی چقدر خوب گفتی ولی پاپیونه رو همه با هم عجیبیه آره حتما پاپیونا رو فردا رو جوری صحبت میکنن <تصحب> خوبی دیشب حال داد اقتصادیو دیدی کروات سیاه خیلی جواده نه بیچاره کاش میخریدیم براش کاش آزاره. یه پاپی <تصحب> <تصحب> گفتم من پاپیون اضافه بیارم یه آدم داتی میادا هی hey گفتی نه همه درست حساب یان <تصحب> خوراک کامیونیتی ایرانی همینه دیگه یه چیزیو پیدا کنن دیگه دست بگیرن دیگه ولت نکنن یعنی سوراخ که داری اون سولاخو تا کار نکنم ولکن نیستن می من اینا خیلی نرو رو عصب از اذیتم میکنه چون میگه اگه به هم کاری نداره بعد حرف همیشه اونوره که ما انسانی ما حیوان نیستیم ما برتریم ما رو خدا ساخته جدا بقیه همه گوان اینکلودین خانوم مرد, مرد. زن هم سه بار فقط زنم حیوان بوده شیپ انسان کردن که مرد نترسه یعنی اینا همه چی قبول داریم میریم جلو ولی منطق خوب